בשם השם נעשה ונצליח. השם עלינו ברחמיו ירוויח. همطور که میدونیم در ایام نحمو هستیم، نحمو نحمو امی، که خداوند میاد نه به جای یک بار بلکه دو بار به ما تسلی میده. این نحما، این آرامش رو همچنین برای تمام رفتگان میخواییم، از جمله گئولا بن ایران و موشه و همچنین یعقوب بن یحزکل و همچنین ریتا براخا خیا بعد ویولت استل و تمام رفتگان اسرائیل، تمام حلاله سهل، اونهایی که جانشون رو با سکوت برای قوم اسرائیل همچنان فدا کردن در جبهه های جنگ، اونها رو آرامش بده خداوند، نحما بده و بتونن همیشه در همون جایگاه مقدسی هم که هستن برای ما تفیلا بخونن، دلسوزیشون و جانفشانیشون همچنان برای ما باقی بمونه. در پاراشای هفته، پاراشای باید حنان، خیلی از مطالب رو مشربن و به ما بازگو میکنه، از جمله خروج و یا اخراج مشربن از ارث اسرائیل، که به قوم اسرائیل میگه باید حنان باید هیل امور، که التماس کردم به خداوند برای ورود به ارث اسرائیل، ولی خداوند گفتش که فقط خواهی دید و نخواهی رفت، و حتی بهش توصیه میکنه که بالای کوه برو و سا انخا و چشمانت رو بلند کن و اونجا رو بنگر، و توضیح میدن که آیا بهتر نبود که خداوند دل موشه رو آب نمینداخت، که فقط بهش میگفت اونجا نخواهی رفت تا اینکه بخواد بهش نشون بده و بعدش بهش بگه که اونجا نخواهی رفت، اون که بیشتر هوس میبره، که بلکه صدیکیم انقدر قدوسیت چشمانشون بالاست که حتی موقعی که منظره و لوکیشنی و مکان رو میبینن مانند که در اونجا قرار گرفتن. و خداوند چون میدونست موشه ربنو کسی که تونست تنها با خداوند صحبت بکنه، فقط از یک دید اون رو عقب کشون که نتونه خداوند رو ببینه، گفت انقدر چشمان تو الان دیگه مقدس شدن که در حضور من بودی ولی نخواستی که من رو ببینی، پس چشمانتون قدوسیت رو قدرت خواهند داشت که بتونی با دیدن ارث اسرائیل در کشور اسرائیل باشی. همین توضیح میدن، همین قدرت را من و شما هم میتونیم کسب بکنیم. چطور؟ همونطور که ندیدن خداوند جزو وظیفه است، همینطور هم موقعی که هشم به ما کمک بکنه و ما همت بکنیم و چیزهایی که نباید ببینیم رو نبینیم، قدرت چشمان ما به اون اوج میرسه که میتونیم حتی الهام و نبوت خداوند رو در این دنیا کسب کنیم. پس تمام ارتباط انسان با خداوند میتونه چند صد برابر بشه موقعی که وظیفه چشمی و نظری خودشو به جا بیاره. بعضی موقع هست که ما فکر میکنیم منظور تنها عکس ها و یا منظره های زشته. حامی میفهمان کسی که خجالت دوستش رو نمیبینه و روش اونور میکنه، خود اون یک نوع شمیرت نین نگهداری چشمه، که چشمشو به شکست یا به خجالت و شرمساری دوستش چیکار کرده؟ کنترل کرده. دیگه چه بسا اگه در انتظار بشینه و در کمین این باشه که اون دوستش یا یک شخص دیگه به دست اندازی بریزه، برسه و بیفته و بخواد اون رو در قلب خودش مسخره بکنه و یا از شکست دوستش خوشحال بشه. کسی که نمیخواد ببینه، میگه حتی میگه اون داره شمیرت نه این چشمانش رو مقدس میکنه. هر پسح کران در سخنرانی که در فیلم و پرزنتیشنی که خافستایم هریتیج فاندیشن تهیه دیده بود پخش کردن، تعریف میکنه در مورد یک بحور یشیوا، تلمید یشیوا، که بعد از 3 سال موقعی که گریجویت میشه از یشیوا، به عنوان یک سعودت
هفرادا به عنوان یک سعودای گودبای پارتی براش تهیه میبینن که از کشور دیگه بوده و اومده بوده اونجا یه شیوا و الان داره بعد از 3 سال گراجویت میشه با این همه خاطرات خوب و پیشرفت یک گودبای پارتی براش گرفته بودن که همگی ازش خاطره بهتری داشته باشن. در اونجا شروع میکنه این تلمید صحبت کردن و رو میکنه به جماعت و به روش شیوا مخصوصا، میگه که بودارا من میخوام الان موضوعی رو با شما در میون بذارم که حتی شما هم خودتون از اون بیخبره. میگه موقعی که من 2 روز اولی بود که اومده بودم یه شیوا و نسبتا غریبه بودم، دیگه برخورد من از همون روزهای اول شروع شد و حتی به زد و خورد رسید، به حدی که 2 تا از بچه های یشیوا دنبال من کردم و تنها جایی که من تونستم فرار بکنم کتابخونه یشیوا بود. کتابخونه یشیوا مانند هر کتابخونه دیگه ای ساکت، همه مشغول به مطالعه هستن و یا کتابی رو بارون میکنن میرن مطالعه میکنن برمیگردونن، چون هر کتابی رو نمیتونن به تعداد زیاد توی یشیوا بگذارن، نمونه شو توی کتابخونه میگذارن. میگه در اون موقعی که من رفتم هیچ کسی توی کتابخونه نبود، وقت نهار بود کسی توی کتابخونه نبود و من فرصت کردم که درو ببندم پشت سر خودم و این 2 تا پسر دیگه موقعی که اومدن در بکوب که باز کن درو، این گفت چی من درو باز کنم که بیاد نرو باز کتک بزنید، هر چی اینا در زدن در باز نکرد تا اینکه 5 دقیقه گذشت و 2 تا صدای در اومد. میگه هو ایز ایت، کیه پشت در؟ میگه روش شیوا. میگه من خندیدم گفتم روش شیوا، آره میدونم روش شیوا، شما 2 تا اسم صداتون عوض کردید که بیاد منو کتک بزنید، چه روش شیوای وسط روز میخواد بیاد؟ میگه ها کن آی هلپ یو، میگه اومدم کتاب ببرم. کتاب شما که هیچ وقت اهل کتاب نبودید که، مسخره کردم و درو باز نکردم. بعد از 2 دقیقه دیگه بزوره یک در دیگه زده میشه، میگه هو ایز ایت، میگه روش شیوا، میگه چه کار داری؟ کتاب. میگه من که بهت گفتم که نمیخوام که با شما من دیگه در بیفتم، برو پی کارت. تا بار سوم دیگه بزوره در زده میشه و میگه هو ایز ایت، میگه روش شیوا. پیش خودش میگه که فکر نکنم دیگه این بار شوخی باشه، حتما خود روش شیوا پشت دره. میگه من با چه ترس و لرزی در رو باز کردم و دیدم که شما روش شیوا چطور دستتون رو گرفته بودین جلو چشتون و اینجوری رفتین توی کتابخونه که منو نبینید. گفت اگر من میدونستم که شما منو دیدید و پیش شما همچین رکورد و پرونده ای من داشتم، همون روز دوم من یشیوا رو ترک کرده بودم رفته بودم. این که شما نخواستید عیب منو و شرمساری منو ببینید باعث شد که 3 سال من تو اینجا دووم بیارم و به همچین درجه ای برسم. و همدل خیلی موقع ما فکر میکنیم منظور از نگهداری چشم شمیرد عینیم فقط منظور موضوعات جنسیه. همین که ما شرمساری دیگری رو نخواهیم ببینیم، نخواهیم شاهد باشیم، نخواهیم 2 نفر دعواشون شده وایسیم نگاه کنیم، صدای از همسایمون پنجره میاد سر نکشیم نگاه بکنیم، اینکه نخواهیم شرمساری و خجالت دیگری رو ببینیم و یا سقوط دیگری رو ببینیم، خود این یک نوع شمیرت نعیمه که چشمان انسان رو مقدس میکنه. به حدی که میتونه صلح رو ببینه، به حدی که میتونه خداوند رو ببینه. و همدل موشه ربینو این در واقع یک افتخاری بود که هشم به موشه ربینو داد، گفت تو انقدر مقدس هستی که احتیاج به پا نداری به ارس اسرائیل بری، حتی نگاه هم بکنی مثل اینکه اونجا هستی، انقدر چشمان موشه ربینو مقدس بود. اما میبینیم در ادامه موشه ربینو میاد و بعد از یک مقدار توضیحات پاسخی رو با ما عنوان میکنه که میتونه سنجش و دایرکشن و جهت زندگی ما رو عوض بکنه اگر واقعا اون رو جدی بگیریم. البته در ادامه پاراشا، در پاراشای باید حنان از سر تدی بروت مجددن آنوخی 10 فرمان تکرار میشه. در این پاراشا شما اسرائیل قسمت و هفته تشمل و اخاب پاراگراف اول اونجا ذکر شده، اما ما رو این پاسخه میخواییم کمی تا
توضیح بدیم. و اون چیه؟ در پاسخ میفرماد موشه ربنو به قوم اسرائیل میگه و اتم حد بقیم بعدونای الهه خم، و شما حد بقیم چسبیده هستید بعدونای الهه خم، به خداوند خالقتون حیم کل خم حیام، زنده و جاودان هستید همه شما امروز. حامیم توضیح میدن این چه استیتمنت، چه تعریفیه که انفورمیشنیه که داره موشه ربنو به قوم اسرائیل میده که شما حد بقیم چسبیده هستید، ملحق شدید به خداوند خالقتان، زنده هستید همچنان همتون امروز. و در ادامه توضیح میدن کسی که بتونه فاصله خودش رو با خداوند حفظ بکنه، اونه که در واقع عبادت واقعی رو به خداوند به جا میاره. کسی که فکر کنه که خداوند از او دوره، کسی که فکر کنه که خودش از خداوند دوره و در فاصله بسیاری به سر می دوری به سر میبره، اون موقع است که هیچ موقع اون موتیویشن، اون انگیزه درش بیدار نمیشه که وظیفه ما، عبادت ما نسبت به خداوند انجام بدن. کسی که در اداره شهرداری کار میکنه و فقط فکر میکنه اگر توی بیلدینگ ساختمان شهرداری باشه، اون موقع جزو کارمند شهرداری و باید وظیفش انجام بده، ولی اگر توی پارک و یا هر نوع قسمت شهر قرار گرفت کارمند شهرداری به حساب نمیاد، پس هیچ نوع وظیفه‌ای بر عهده نداره، همون ماه اول اخراج میشه. چرا؟ چون بخاطر این که شهرداری چندین نوع مختلف کارمند داره. بعضی از کارمندان شهرداری سکرتری هستن که باید خود ساختمان شهرداری کار کنن، بعضی از کارمندان شهرداری مسئول پارک و تمیز کردن درخت‌های خیابون پهلوی هستند که باید بیرون از ساختمان شهرداری کار بکنند. من و شما دقیقاً همون سمت ملاخیم فرشتگان خداوند رو داریم، با یک فرق که اونها سکرتری خداوند هستند توی بیلدینگ ساختمان جایگاه مقدس خداوند، اما من و شما توی شهر، توی بیرون از بیلدینگ، بیرون از ساختمان شهرداری، توی این دنیا علام حزه بعد وظیفمون رو به عنوان کارمند شهرداری خداوند انجام بدیم که این دنیا رو پاک نگه داریم. در اینجا موقعی که خداوند آدم آریشون رو آورید، اون رو اولین جاب، اولین شغلی که بهش داد چی بود به نظر شما؟ اولین شغلی که خداوند به آدم آریشون داد چی بود؟ آیا بهش گفت برو تورا بخون؟ آیا بهش گفت برو میسوا بکن؟ آیا بهش گفت اولین شغلی که اینتنشن، نیتی که خداوند برای آفرینش آدم آریشون در دنیا قرار داد، نوع بشر داد چی بود؟ که از گن ایدن محافظت بکنم، اول عبدا اول شمرا. بعد که دید نمیتونن واقعا توی گن ایدن وظیفه شناس باشن، گفت برو بیرون از گن ایدن. همین آقایی که توی پارک مسئول برگ جمع شدن از طرف شهرداری شده، یه موقعی قرار بود پشت میز بشینه تو ساختمان آفیس خود شهرداری، ولی چون دیدن که نمیتونه اونجا خوب انجام بده، گفتم برو برگا رو توی پارک جمع کن. آدم آریشون قرار بود از گن ایدن محافظت بکنه، نه از دنیای خاکی که آخرش همون اوائل عمرش بخواد پسرش، اون یکی پسرش رو به خاطر مال دنیا و حسادت بخواد به قتل برسونه. در نتیجه موقعی که ما وظیفه خودمون رو بدونیم که ما فاصلمون با خداوند نزدیکه، حتی اگر در این دنیای خاکی هستیم، وعتم حد بقیم بعدونا الهه خم، ما ملحق و چسبیده و متصل هستیم به خداوند خالقمون، حالا چه توی آفیس شهرداری کار بکنیم
چه توی پارک شهرداری کار بکنیم، ما جزو کارمندان خداوند هستیم، اون موقع دیگه وظیفه مونو میدونیم. دیگه اگر تعطیلات رفتیم، اگر دور از شهر بودیم، اگر توی شهر بودیم، اگر در شادی بودیم، اگر در غم بودیم، در هر موقعیتی بودیم، میگیم من کارمند شهرداری هستم. به همین دلیل توی گمارا معمولا موقعی که میخواد تعریف بکنه که یک نفر ازش میپرسن که چه شغلی داره، بهش میگن به ما تا عبد، تو چیو عبادت میکنی، برای کی کار میکنی، به ما تا عبد. و تنها شغل، اصلی ترین شغلی که هر کدوم از ما داریم چیه؟ عبادت هشم. من اینجا عبادت هشم، من برای هشم اینجا کار میکنم. حالا چه میخواد توی کنیسا ربای باشه، گبای باشه، چه میخواد توی زندگی معمولی خودش شوهر باشه، پدر باشه، برادر باشه، فرزند باشه، تو هر شغل و سمتی که ما هستیم یک وظیفه داریم، عبادت هشم، عبادت هشم. در نتیجه میگه اگر کسی واقعا بتونه به اون درجه برسه که خودش رو انقدر نزدیک هشم حس بکنه، کارمند شهرداری خداوند حس بکنه، اون موقع است که همیشه فکرش برای مینتننس، فکرش برای پاکیزگیه، نه برای خرابی. موقعی ما فکر خرابی و یا دوری و یا منفی به نظرمون میاد که میگم خب من که دیگه از این کمپانی استفاده دادم یا اخراج شدم، پس هر کار دیگه بخوام میتونم بکنم. چرا ما اگه فکر میکنیم یک کنیسای غیر مذهبی میریم، پس من اجازه دارم که غیر مذهبی باشم؟ فقط اگه من کنیسای مذهبی برم، اون موقع من وظیفه دارم که مذهبی باشم. اما اگه کنیسای غیر مذهبی برم، پس من میتونم که غیر مذهبی باشم. چرا؟ چون کنیسای من چیه؟ غیر مذهبیه. کاملا اشتباه. قبل از این که ما احتیاج به کنیسا داشته باشیم، حالا چه مذهبی غیر مذهبی، قبل از این که ما احتیاج به کنیسا داشته باشیم به عنوان محل عبادت، قبل از اون احتیاج به چی داریم؟ به یک عامل و سورس هدف عبادت داریم، و اون خداونده. و چون ما خداوند رو پرستش میکنیم و عبادت میکنیم، فرقی نداره که در کجا ما خداوند رو عبادت میکنیم، ما با خداوند روبرو هستیم، نه با ربای کنیسا و یا مسئولین کنیسا و یا الی آخر. اگر من حتی من در هتلم هستم، دلیل نمیشه اگر این هتل چون غیر یهودی هستن، پس من میتونم یهودیت رو زیر پا بگذارم. چون من یهودی هستم، بعد هنوز قوانین یهودیت خود ما رعایت بکنم. به همین دلیل قوم اسرائیل در هر کشوری که بودن، اونهایی تونستن باقی بمونن، حل نشن، اسیمیله نشن، اونهایی که ماهیت خودشون رو حس کردن که من یک یهودی هستم، حتی در گالوت هم هنوز باید ماهیت یهودی بودن خودم رو حفظ کنم. در اینجا در پاسخ میگه وقتم حد بقیم بردونا الویخم، که خداوند و شما متصل هستید. معمولا دو چیز که با هم دیگه متصل هستن، چسبیده هستن، یکی اون یکی را همراه خودش میبره. دو نفر که مسافر هستن میتونن یک هر کدوم ایستگاه مختلف پیاده بشه و یا هر کدوم راه مختلفی رو بگیره و سر چهارراه از همدیگه جدا بشن. اما موقعی که دو تا زندانی دستشون به همدیگه بسته است، به همدیگه متصل هستن، یکی اون یکی رو هر جا که بره میبره. به هم دلیل اگر اجازه بدیم خداوند، چون سورس قدوسیته، همیشه کسی که همراه خداوند باقی بمونه، همراه دنبال خداوند بره، در قدوسیت باقی میمونه. اما اگر شخصی اجازه نده و بخواد راهش رو از راه صحیح منحرف بکنه، خداوند رو هم دنبال خودش داره به اون جای مکان ناپاک میبره. به همین دلیل خداوند میگه هی شخین تا به گالوتا، شما که به گالوت برید، قسمتی از منم با شما به گالوت میره. هی شخین تا به گالوتا. و ما برای گالوت شخینا همیشه تفیلا میخونیم، نه فقط برای گالوت خودمون.
کسی که فرزندی که باز مجددن داره با پدرش توی خیابون میره و یک باره شروع میکنه به دویدن توی خیابون، آیا به نظر شما پدره وای میسته سر جاش بگه هر موقع خواستی برگرد پیش من؟ پدرم دنبال بچه میره. چرا؟ چون انقدر دلسوزی داره برای بچه که مبادا به یک جای اشتباهی بره، هی دنبالش میره که کسی بهش دست نزنه، کسی ندزدتش، الی آخر تا اینکه خسته کنون اونو میبره کنج خیابون، میگه تا این جا مرا کشوندی که چیه، خواستی بستنی بخوری؟ اما پدر هیچ موقع با اینکه میدونه بچهش وارد یه موضوع بیهوده داره میدوه و داره راهشو کج کرده، هیچ موقع اونو ترک نمیکنه. خداوند هم همین جوریه. به همین دلیل تمام دلیلی که ما میتونیم تشوبا بکنیم، توبه بکنیم، به دلیل اینه که ما فقط فکرن فکر میکنیم که از خداوند دور شدیم، ولی حقیقتاً هشم تازه به ما نزدیکتر شده. رابای هاراولوپیان، ایشون موقعی که در هولوکاست در اون موقعیت سخت زندگی بودن، متاسفانه به خاطر کمبودهای غذایی، به خاطر نبودن بهداشت و الی آخر بیماری‌های مختلف دور از اسرائیل، مخصوصاً به بچه‌ها سرایت می‌کرد. میگفت یک بار موقعی که ما نشسته بودیم در منزل، پدرم حس کرد که برادرم سرش درد میکنه، ناراحته، ازش میخواد که برو یه ذره استراحت بکن. یک روز میگذره و هنوز این داره در تخت خواب بستریه و داره استراحت میکنه، حال نداره. تا اینکه موقعی که همه توی اتاق بودیم، طبق هر روز بعد دوستاش میومدن برای دیدارش یا بازی کردن، و اون روز اومده بودن، چون یک روز بود نیومده بود بازی. موقعی که اومدن تو اتاق، یک بارم شروع میکنه به پدر میگه بابا اینا کیان؟ پدر میگه پسرم اینا دوستات هستن که چند سال باشون بزرگ شدی، هر روز هم بازی بودن. راست میگی. تا اینکه پدر متوجه میشه که متاسفانه این بیماری یک ذره داره بیشتر وخیم میشه، که حافظه این بچه داره از دست میره. تا اینکه یک هفته میگذره، موقعی که نشسته بودن توی اتاق همگی سر سفره، یک باره رو میکنه اون پسر در انگامی که هنوز در بستر بوده به پدر میگه بابا این کیه؟ میگه پسرم این برادرته. یعنی چی این کیه؟ مگه نمیدونی مثلا موشه برادرت؟ آخه چطور تو اینو فراموش کردی؟ با که تا دیروز که داشت باهاش صحبت میکرد. راست میگه، اصلا من حواسم نبود. تا اینکه یک روز میشه هاراولوپیان میگه موقعی که همگی در اتاق بودن، اون بچه رو میکنه به شخصی که بغلش بوده، میگه میبخشین شما کی هستید؟ با اون میگه پسرم من پدرت هستم، چطور منو فراموش کردی؟ رابلوپیان میگه آیا هیچ به نظر میرسه که اون پدر هر چقدر میبینه که بیماری فرزندش داره وخیمتر میشه، که حافظش رو و هوشش رو داره از دست میده، آیا این پدر موقعی که اون پسر دیگه به اوج میرسه و میگه تو کی هستی، آیا هیچ موقع میشه که اون پدر بگه که چی؟ بهش بر بخوره، ناراحت بشه و اتاق رو ترک بکنه؟ تازه موقعی که میبینه که در حالی که باید بفهمه نمیفهمه، تازه بیشتر احساس دلسوزی میکنه و به اون نزدیک میشه. میگه همینطورم خداوند به معنی این که میبینه که تا چه حد ما حافظمون و یاداوری خداوند رو از دست دادیم، چطور هوشمون رو برای وجود خداوند در اطرافمون از دست دادیم که حس نمیکنیم که خداوند اینجاست، و میگیم هشم کو؟ هشم تازه بیشتر سعی میکنه که خودشو به ما دبقیم نزدیک نشون بده، که بتونیم هنوز وجود هشم رو در زندگی خودمون حس بکنیم. به همین دلیل زخوت میخواد کسی که خداوند با موفقیت ها وجود خودش رو، حضور خودش رو در زندگی شخصی نشون بده. این زخوته که یک باره میبینه این موضوع به موفقیت انجامید، یک باره همچون موضوعی که فکر نمیکرد با معجزه چندین برابر براش با براخایی و موفقیت پیش اومد. میگه این زخوته که خداوند خودش رو با شادی ها، با موفقیت ها،
در زندگی شخصی نشون بده که هنوز تماس اون شخص با خداوند حفظ بشه. اما بعض موقع هست مثل این چند هفتهی که پشت سر گذاشتیم که با سختی ها حضور و معجزه خداوند تو زندگی شاهد میشیم یا در دنیا و در قوم اسرائیل. به همین دلیل کسی اگر این پاسوق پنج کلمه ای رو یا چهار کلمه ای رو بنویسه، حتی در روی یخچالش روزانه فقط اینو تکرار بکنه، و تم حد بقیم بشم الهخم، و خدا و شما متصل هستید، انقدر فاصله نزدیک و چسبیده هستید به خداوند خالقتون، اون موقع است که میدونه در سخت‌ترین موقعیت‌ها هم هنوز هشم باشه. چرا؟ چون یا ما هشم رو به دنبال خودمون میبریم یا هشم ما رو به دنبال خودش میبره. و همین دلیل در هر موقعیتی ما هنوز همراه هشم هستیم و هشم همراه ماست. اما این پاسخ سه کلمه دیگه داره. اون سه کلمه دیگه چیه؟ حیم کل خم حیام، که شما چون متصل هستید به خداوند خالقتان زنده هستید همه شما امروز. و توضیح میدن حخامیم کسی که به سورس حیات حیم خداوند متصل باشه هیچ موقع مرگ در زندگی نمیدونه. آیا میشه گفت پس موشه ربینو نمرد؟ آیا میشه گفت ابرام آوینو نمرد؟ منظور از مرگ فقط مرگ جسمی نیست. شما فکر میکنید عکسی که از یک گل میگیرید اون گل در اون عکس از نظر فیزیکی مرده است، ولی از نظر زیبایی تازه اون رو جاودانه کردید که زیباییش رو پرزرو کردید، سیو کردید که هنوز ضبط شده. درست موقعی که ما از یک جشن عروسی عکس میگیریم افراد دیگه روز به روز، ماه به ماه، سال به سال سنشون بالاتر میره و اون حالت جوانی رو ندارن، اما ما اون شادی و شعف و ذوق اون مجلس رو در این عکس یا در اون فیلم چکا کردیم؟ ضبط کردیم. کسی که خودش رو به هشم همیشه متصل بدونه از نظر حیم، از نظر زندگی و حیات، حیاتش رو ضبط کرده که شاید بعد از 120 سالگی جسمن این دنیا رو ترک بکنه، اما از نظر نشاما همچنان زنده و جاودانه. و اخوامی توضیح میدن که در واقع این پاسخ خودش گواهیه به گهینام و به گن ایدن. گهینام یعنی جهنم، نابودی، نیستی. گن ایدن یعنی باغ ایدن، بهشت و عالم حبا و حیات و نسخیوت و ابدیت. کسی که با خداوند باشه، چون خداوند ابدیه، اونم ابدی میمونه نشاماش و همچنان جاودان است. به این میگن بهشت، به این میگن عالم حبا. اما کسی که از خداوند، از سورس حیات سیم و قطع میکنه، دیگه اون لامپ همیشه سوخته و خاموش میمونه و اون موقع است که به این میگن مرگ، به این میگن گهینام، جهنم و الاخر. پس حیات واقعی اینه که انسان با خداوند نزدیک باشه. اما دو کلمه دیگه باز در این پاسخ برای ما یه درس دیگه داره و اون چیه؟ حیم کلخم حیوم، زنده هستید همه شما امروز. کلخم یعنی همه شما، که در واقع موقعی که انسان خودش رو در کنار دیگران با یونیتی، با اتحاد و با وحدت نگه داره که همگی یک پارچه باشیم، یکی باشیم، اون موقع است که خداوندم بین ما خواهد بود و ما با خداوند در تماسیم. اما موقعی که تکروی و اون حالت نفاق و دو دستگی باشه که هیچ اتحادی بین خانواده، بین جامعه، بین افراد نباشه، اون موقع است که شخینا هم اونجا نیست. و همین دلیل اون کانسپت دبکین، نزدیک بودن و ملحق بودن به خداوند، نمیتونه انجام بپذیره. و کلمه آخر این پاسخ چیه؟ حیم کلخم حیام، زنده هستید همه شما امروز. چرا امروز؟ ما امروز مخصوصا ماش ربن و امروز
که داشت این رو به قوم اسرائیل میگفت معلوم بود همه زنده بودن. اگه دارم میشنوم و اگه مشربین هم داره صحبت میکنه پس یعنی زنده هستن، معلومه که اون روز زنده هستن. چیز حدوش، چیز تازه به اونا نمیگه. پس چرا میگه حیام شما همه تون زنده هستید امروز؟ در واقع مشربین رو داره زندگی رو، مدت زمان زندگی رو برای ما تعیین میکنه. عمر انسان فقط 24 ساعت. حیام، کسی اگر بتونه عمرشو در 24 ساعت خلاصه بکنه، اون موقع است که هیچ موقع غم فردا، ترس فردا، نگرانی فردا، کینه فردا، دشمنی فردا، هیچ موقع امروزش رو گلالود نمیکنه که بخواد اتصالش، دبکوتش با هشم چی بشه؟ قطع بشه. چون ما میگیم آیا فردا چه میشه، امروز رو باری بر خودمون حس میکنیم که میگیم حتی هشم هم نمیتونه کمک بکنه، پس بهتر خودم کمک بکنم. به همین دلیل دست به هر بیراهی میزنیم که بخوایم خودمون کار رو پیش ببریم. اما کسی که بگه امروز عمر انسان 24 ساعته و فردا رو دخالت نده توی امروز، اون موقع است که میبینه با چه شادابی و امیدواری و قدوسیتی روزش رو طی میکنه و اون نزدیکیش رو به خداوند همچنان حفظ میکنه. در انجیل داوید همیلق در پاسخ میگه اگر واقعا میخوای خداوند رو برکت بکنی، باروخ هشم یوم یوم، برکت کن خداوند رو روز به روز، نه سال به سال. امروز رو فقط از خداوند بخواه، امروز رو به خداوند تحویل بده. موقعی که ما بریم بخوایم چندین تا کتاب رو یک بار از کتابخونه بگیریم، موقعی که میخوایم پس بدیم، یا بعضیاش رو نصفه خوندیم یا بعضیاش اوردی چون نرسیدیم بخونیم اصلا نخوندیم، یا بعضیاش زیر دست و پا اصلا یا کج شدن یا خط خطی شدن. اما کسی که میره از کتابخونه یک کتاب میگیره میخونه تحویل میده، باز دوباره یک کتاب دیگه، اون موقع است که کار رو کامل و با نظم انجام میده. اگر ما از خداوند امروز رو تحویل بگیریم و بعد از 24 ساعت روز رو تحویل هشم بدیم و برگردونیم، اون کاملیت ما و حیم ما و زندگانی ما و دبکوت ما، نزدیکی ما به خداوند به اوج، به 100% میرسه. موضوع اینه که ما خداوند رو میخوایم در 365 روز عبادت بکنیم. میگیم خب کیپوری هست برای توبه و تحنیت و تشوبه، پسخی هست برای غذای مصاب و مارو رو خوردن، موعد نگه داشتن، حالا یکی دوتا شبات هم بالاخره تو سال هست، شبات نخمو مخصوصا، و یکی دوتا موضوع دیگه هم توی سال هست. میایم تمام عبادت هشم رو توی سال تقسیم میکنیم که آیا در پارسال در 365 روز من چقدر تونستم هشم رو عبادت بکنم، نه اینکه امروز من چقدر کامل بود. همه شما کیک میپزید درسته؟ یا موقعی میپختید یا حداقل میبینید چجوری میپزن، مخصوصا که الان تمام برنامه های تلویزیونی شده خورد و خوراکی و غذاپزی و آشپزخونگی، که حتی مردم رو به میل آورده که بشینن تو خونه آشپزی بکنن، خانمهاشون شاپینگ بکنن. اما کیک، موقعی که میخواین کیک بپزین، با اون قالب کیکی که مثلا 6 تا حفره داره، موقعی که ما میخواییم اون معجون یا مخلوط آرد و اینا رو بریزیم، آیا چجوری میریزیم؟ همه رو میریزیم روی سینی، حالا هر کدوم از این حفره ها هر چقدر پر شد ایز اوکی، یا اینکه یه دونه رو پر میکنیم باز میریم روی یه دونه حفره دیگه تا موقع دیگه کامل بشه. شاید اون مقدار آردی که ما داشتیم یا خمیری که داشتیم برای 4 تا حفره بود، ولی حداقل 4 تا پرش، حالا 2 تا خالی بمونه. اما اگر بخوام یه باره بریزیم روی سینیه، حالا هر مقدارش رو هر حفره رفت، امکان داره یه قسمتش دو قطره بره، یه قسمتش اصلا لبریز بشه، یه قسمتش نصفه بمونه. موقعی که میزنیم توی آون میاد بیرون، نه کیکی داریم نه هیچی، کسی رغبتش نمیشه. میگه همینطور هم کسی که عبادت هشم رو بخواد یک بار تو تمام سال پخش بکنه، یه روز اشاره از 24 ساعت اصلا هیچ نوع گناهی نکرد، یه روز دیگه میشه که به جای 24 ساعت 25 ساعت گناه کرد، لبریز میشه، یه روز دیگه چه کار دیگه کرد.
فهم دلیل تورا میگه حیم کلخم، همونطور که ما حیات رو از خداوند روز به روز توقع داریم، همینطور هم قدوسیتمون باید حیام روز به روز باشه، دبقوتمون نزدیکیمون به خداوند روز به روز باشه. اما با این دو موضوع میخواستم خاتمه بدم. و اون چیه؟ که در میدراش ربا میگه به شلوشال لشانات شل حبه حبه مهنگادش بار خود اسرائیل، با سه لفظ علاقه، حبه یعنی عشق و علاقه، محبت، عاطفه، خداوند عشق میبرزه، علاقه نشون میده، عاطفه نشون میده به قوم اسرائیل. یکی با لفظ، با لاشان دبقا یعنی دبقود که گفتیم نزدیکی، یه دونه با لفظ حشکا یعنی حشک یعنی علاقه، و یه دونم با لفظ حفظا یعنی حافظ، که هشم خواهان ماست. پس سه تا لفظ شد که هشم حافظ خواهان ماست، دو حشک علاقه و عشق به ما میورزه، و سه دابک به ما چیه؟ ملحق شده و نزدیکه و چسبیده. به نظر شما یه نفر که دوستش رو بعد از یک روز میبینه چه علامت محبتی به اون نشون میده؟ شیکن میکنه، باش دست میده. یک نفر که دوستش رو بعد از یک ماه ببینه چه علامت محبتی نشون میده؟ اون رو دست میده و در آغوش میگیره، بغلش میکنه. کسی که دوستش رو بعد از یک سال ببینه چی؟ دست میده، در آغوش میکنه و اون رو میبوسه. میگه همینطورم خداوند این سه تا علامت عاطفه رو به ما داره. یکی خواهان ما باشه یعنی به ما دست بده، دو میشه حافظ، حشک میشه علاقه داشتن، عشق ورزیدن یعنی در آغوش گرفتن، بغل کردن، و سومی دبکود نزدیک شدن میشه چی؟ بوسیدن. به همین دلیل خداوند میگه انسان میتونه انقدر امیدوار باشه که نزدیکی و دلتنگی خداوند در هر روز با ما اون بالاتر است. مثل اینکه ما رو بعد از یک سال دیده، میخواد هم دست بده، هم در آغوش بگیره و هم ببوسه. دبکود بالاترین علامت چیه؟ نزدیکیه. در نتیجه در مسیخت کتوبوت میگه مگر نه اینکه خداوند در پاسخ میگه اش اخلت، یک آتش فروزانه، سوزانه. پس چطور به ما میگه که انسان میتونه به هشم بچسبه، من نزدیک بشه و دفکود داشته باشه؟ در نتیجه میگه در گمارا مسخت کتوبوت دف کوفیود آلف 111 عمود بت میگه منظور از نزدیک شدن به خداوند چیه؟ چطور ما میتونیم نزدیکیمون و علاقمون و عاطفمون رو به هشم نشون بدیم؟ میگه موقعی که علاقمون و عاطفمون رو به تلمیده حخامیم، به فرزندان خداوند، به نمایندگان خداوند، به تلمیده حخامیم، به ربانی و رهبران جامعه نشون میدیم. میگه کسی که دخترش رو به یک تلمید حخام میده، کسی که با تلمید حخام برای اینکه سود بکنه پرکمت یا داد و ستد میکنه، کسی که عشق و علاقه به تلمید حخام نشون میده صرفاً به خاطر تورای اون تلمید حخام، میگه مانند این که نزدیکی با تلمید حخام مانند که نزدیکی با خداوند. و همدل میگه کسی که سر سفره خودش تلمید حخامی رو دعوت میکنه مانند این که شخینا رو سر اون سفره دعوت کرده. چرا؟ چون موقعی که یترو اومد به پیشوازه به دیدار موشه ربنو، میگه و نشستن موشه و پدر زنش یترو و تام زقنین و اهرون هکاهن به غذا خوردن در جلوی خداوند، لفنه های الهیم،
حخان میگن منظور یعنی چی لفنه هایلم جلوی خداوند؟ میگه منظور جایی که تلمید حخام سر سفره باشه، مانند این که خداوند سر سفره است و در جلوی حشم اونجا دارن قضا میخورن، تا این حد درجه بالایی داره. برمیدار بر طبق حلاخا موقعی که تلمید حخامی سر سفره دعوت یا مهیاست، اگر همگی با هم قضا خوردن و اونم نون خورده قضا خورده، برکت همازون به کی میرسه؟ به تلمید حخام میرسه. اول باید به اون تعارف کنن که اون برکت همازون بگیر. حتی در مورد گفتن برخای تورا ارجعیت که هر روز دوشنبه و پنجشنبه و شبات ما تورا در میاریم، لازم بود واقعا به جا بود که ارجعیت به کی داده بشه که اول برخا تورا بگه؟ به تلمید حخام، بعد به کهن. ولی چون برای اینکه درکه شالوم، برای اینکه صلح در کلیسا در جامعه پا بر جا باشه که کسی نخواد جنبه بی‌اعتنایی بهش بشه، حخامیم یک قانون کلی رو گذاشتن که اول به کهن میرسه، حتی اگرم امهارس یعنی معلومات ساده‌ای داره، تلمید حخام نیست، بعد به لوی میرسه و بعد به اسرائیل میرسه. اما بر طبق حلاخا یشودنا، اگر کهنی خواست ببخشه که تلمید حخام برخای اول رو بگه، هنوز این اجازه رو داره که ارجعیت رو به کی بده؟ به تلمید حخام بده. درجه تلمید حخامیم ربانیم جامعه بالاست و به ذات چیم که بتونیم از اونا بهترین استفاده رو بکنیم، هم زخوت اونها ماگنه ما باشه، هم ما بتونیم با هوشیاری کامل به طریقه اونها به پاسخی که خداوند میگه دبقیم به هشم نائل بشیم و اون حیم و اون زندگی ابدی رو همچنان بتونیم بهش نائل بشیم.